سلام، سراغ یکی دیگه از اقتباس‌های سینمایی از آثار تنسی ویلیامز اومدیم. گربه روی شیروانی داغ. پیروزی یه گربه روی شیروانی داغ چی میتونه باشه؟ فیلم اگرچه از توی منتقدان تحسین شده، اما خود تنسی ویلیامز ازش متنفر بود. من هیچ عیبی ندارم، فقط از این وضع زجر میکشم. آره زجر میکشم. دو چشم رنگی هالیوود رو روبروی هم خواهیم دید، پول نیومن و الیزابت تیلور. تو دیگه همون زن نیستیم مگه؟ فکر میکنی من خودم اینو نمیدونم؟ درامی خانوادگی ساخته ریچارد بروکس رو خواهیم دید که اون سال در 6 عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار بود. فیلمی درباره خانواده پدرسالار در میونه قرن 20. آیدا، من در روز جشن تولدم و در هر روز دیگه از سال هر طوری که دلم بخواد حرف میزنم. ماجرا از نیمه شب در ورزشگاهی خالی از تماشاگر شروع میشه، جایی که بریک در حالت مستی برای پرش از موانع خیز برمیداره و آخرین مانع او رو کله پا میکنه و قوزک پاش رو میشکنه. پای شکسته و گچ گرفته روی موب میبینیم، در حالی که لیوانهای ویسکیش همچنان داره پر و خالی میشه. مگی همسرش سر میرسه و چیزهایی درباره بیماری بیگ دادی پدر بریک میگه، بیماری لاعلاجی که ممکنه منجر به مرگ پدر شوهر ثروتمندش بشه. اما مشکل در بین این دو چیزی فراتر از بیماری پدر و مستی بریکه. مشخص میشه رابطه اونها به شدت شکرابه و مدت هاست هم بستر نشدن و هیچ رابطه ای نداشتن. اگه بدونم تو دیگه هرگز دوباره با هم همبستر نمیشی، بلندترین و تیزترین چاقویی رو که بتونم گیر میارم و میکنمش تو قلبم. زن مدام ابراز عشق میکنه در حالی که مرد او رو پس میزنه و حتی از ابراز تنفر به او ابایی نداره. صدات درست مثل یه دانشجوی سال آخر دانشکده میمونه که تنها امیدش یعنی خوابگاهش آتیش گرفته. اگرچه در نمای کوتاه با بو کردن لباس خواب مگی اینطور به نظر میرسه که عشقی در وجود بریک جان داره، اما سد بزرگی بر سر این عشق وجود داره، رازی که مدام از گفتنش تفره میرن. الیزابت تیلور در نقش عروس لوند و محبوب پدر شوهر قصد داره جنگ نابرابری که با زن برادر بریک داره رو پیروز شه، چرا که معتقده پس از مرگ بیگ دادی اونها اموال و املاک رو تصاحب خواهند کرد و مقرری این دو قطع میشه. پدرت منو دوست داره، همیشه سر تا پامو تماشا میکنه همه جا. اون هنوز به زنها علاقمنده. اینطور حرف زدن نفرت انگیزه. اونها به فرودگاه میرن برای استقبال از بیگ دادی و بیگ ماما، اما در فرودگاه بازی عوض میشه چون دکتر بهشون میگه که بیگ دادی در سلامت کامله و حالا حالاها قرار نیست ترکشون کنه. بیگ دادی با مگی راهی خونه میشن و تو مسیر بهش میگه حالا که قرار سالها زنده بمونه میخواد لذتهایی که خودش رو ازشون محروم کرده رو تجربه کنه. در بازگشت به خونه جشن تولدی برای بیگ دادی برگزار شده با هنرنمایی بچه های قد و نیم قد و پرشمار گوپر برادر بزرگتر. مراسمی پر از تملق و درویی. در کل فیلم شاهد رقابت شدید دو عروس هستیم، اما عروس بزرگتر که 5 شکم زایده و یه بچه هم تو راه داره خودش رو محق‌تر میدونه، چرا که زوج مقابل بچه‌ای ندارن و او با فالگوش وایستادن متوجه شده رابطه اونها به فرزندآوری منجر نخواهد شد. اما ورق جایی برمیگرده که دکتر بریک رو در جریان حقیقت ماجرا میذاره. چیزیه که ما فکر میکردیم پیشرفته سونو میکشه، هیچ شانس بهبودی نیست. ولی مگی و مادر بزرگ میگفتن که دروغه. پدر در واقع فرصت زیادی برای زندگی نداره و معلوم نیست تا کی دووم بیاره، حقیقتی که در پی چالش بین او و پدرش در نهایت افشا میشه. مخفی کردن حقیقت بیفایده است. وقتی درد به قلبت رسید به خودت زیاد سخت نگیر. آیا رابطه بریک و مگی در نهایت درست میشه و اونها به صلح میرسن؟ فراموش کردی با چه شرطی حاضر شدم به زندگی با تو ادامه بدم؟ ما فقط با هم توی یه قفس هستیم، همینو بس. چه رازی بین مگ و بریک وجود داره و اون حقیقتی که بریک از شنیدنش فرار میکنه چیه؟ به اندازه کافی تنبیه نشدم، نمیتونم تقاضای بخشش کنم. کدوم گروه جنگ بر سر میراث بیگ دادی رو خواهند برد؟ آیا متملق ها پیروز میشن؟ پدر بزرگ هرگز انقدر احمق نیست که بخواد این رو در اختیار کسی بذاره که احساس مسئولیت نمیکنه. مشکل رابطه بریک و بیگ دادی چیه و آیا این پدر و پسر در نهایت با هم دیگه به تفاهمی خواهند رسید؟
تا حالا ندیده بودم گریه کنی. ببینم تا حالا گریه کرده بودی بچه. این 108 دقیقه پرتنش با دیالوگ‌های تو در تو رو اگر تماشا بکنین قطعا به پاسخ این سوالا میرسین، اما سوالاتی هستش که پاسخش در فیلم نیست. هم تنسی ویلیامز هم پل نیومن از نتیجه کار و اقتباسی که از نمایشنامه اصلی شده بود به شدت ناراضی بودند. گفته میشه ویلیامز در یک سالن سینما وقتی مردم رو توی صف خرید بلیت میبینه بهشون میگه این فیلم صنعت سینما رو 50 سال به عقب برگردون، برگردین به خونه هاتون. علت اما باز در سانسور و کد هیزه، مبتلا به اکثر اقتباس‌های سینمایی اون دوران. به اشکال برخورد کنه، اشکال اینجاست، درست همینجا. بسیاری از ارجاعات جنسی که نشون دهنده تمایلات همجنسگرایانه بریک نسبت به همبازی سابقش اسکایپر بود از فیلمنامه حذف شد و بروکس در پایان هم موفق نشد دلایل قانع کننده‌ای برای انگیزه های شدید بریک در نفرت از مگی توی فیلم بکاره. اونها مدام از تأثیر اسکایپر بر فوتبال او حرف میزنن و اینکه فوتبال حرفه‌ای چیه و این چیزا، ولی بیننده حس میکنه که یه جای کار میلنگه. بوی فوتبال عزیزم، بوی فوتبال حالمو به هم میزنه. حتی اون نمای کوتاه بو کردن لباسخواب مگی توسط بریک به این دلیل توی فیلم گنجونده شد که هر گونه شایبه در مورد همجنسگرایی بریک رو از بین ببره. فیلم برداری نماهای داخلی و نماهای بیرونی همگی داخل استودیو انجام شد، اما مشکلاتی باعث شد که پروژه اندکی به تعویق بیفته. الیزابت تیلور اول سرما خورد و چند روز نمیتونست سر ضبط بیاد و بعد در سانحه دلخراش هواپیمای شوهرش مایک تات سقوط کرد، درست در اولین روز آغاز فیلم برداری. البته او تلاش کرد و پشت سر گذاشتن این اندوه به خوبی کارش رو پیش ببره، اما گفته میشه از قضا افتاده بود و همین برداشت صحنه میز شام رو طولانی و ملال‌آور کرده بود. همینطور او به خاطر شوک وارد دچار لکنت شده بود و در حرف زدن عادیش مشکل داشت، اما لهجه جنوبی مگیب کمک کرد تا از پس این مشکل بر بیاد. در حالی که مرلی مونرو خیلی دنبال نقش مگی یا گربه بود، گفته میشه که پیش از الیزابت تیلور، گریس کلی و لانا ترنر برای این نقش در نظر گرفته شده بودند. برای نقش بریک هم بازیگران دیگری مد نظر بودند. مونتگومری کلیف نقش رو رد کرد و جیمز دین که گزینه محتمل تری هم بود ناگهان درگذشت. پس از اکران فیلم مارلون براندو از اینکه این نقش رو نگرفته ابراز نارضایتی میکنه و مدعی میشه میتونسته بازی بهتری نسبت به پل نیومن ارائه بده. بل آیوز برای نقش بیگ ددی در 690 اجرا روی صحنه رفته بود و گفته میشه که تنسی ویلیامز اصلا نقش رو برای او نوشته بود. و البته قبل از ایفای این نقش بیشتر به عنوان خواننده فولک شناخته میشد. جالبه که عنوان بیگ ددی 104 بار در طول فیلم تکرار میشه، یعنی تقریبا هر یک دقیقه یک بار. نواز خوشتون اومد پدر بزرگ. نخود سبز بده این طرف. آها پدر بزرگو نگاه کنین. البته مادلین شربود هم همین نقش خودش یعنی می رو در نمایش اصلی بازی کرده بود. گوپه؟ ها؟ گوپر دیدی اون چی کار کرد؟ نمایش اصلی به کارگردانی الیا کازان روی صحنه رفت و 694 اجرا داشت و نامزد جایزه تونی هم شد، اما به خاطر اختلافاتی که با ویلیامز داشت و اینکه میخواست از سایه نام او بیرون بیاد ساخت فیلم رو قبول نکرد. گفته میشه که حتی سر پرده سوم نمایش هم از ویلیامز میخواد که تغییراتی در متن ایجاد بکنه. درباره رابطه الیزابت تیلور و پل نیومن گفته میشه که اونا در واقع دوستان بسیار خوبی برای همدیگه بودن. پل نیومن جایی درباره اون میگه که از صداقت و شوخ طبعیش خیلی خوشم میومد. این دو ممکن بود چند سال قبل در فیلم شرق بهشت هم با هم همبازی بشن، اما اونجا پل نیومن رقابت رو به جیمز دین باخت و نقش مقابلش هم به جولی هریس رسید. جالبه که فیلم قرار بود سیاه‌سفید ساخته بشه به سنت فیلم‌های هنری اون دهه، اما بروکس میگه که هیچ تماشاگری نمیخواد از دیدن چشم‌های آبی پل نیومن و بنفش تیلور محروم شه و فیلم رو رنگی میسازه. فیلم نقدهای مثبت فراوانی گرفت و 9 هفته هم در صدر جدول پرفروش‌های سال بود. بسیاری از منتقدان پل نیومن رو برای این نقش لایق دریافت جایزه اسکار میدونستند، اما آخر اسمش حتی بین نامزدهای جایزه هم نبود. البته نقدهای منفی هم بود، به خصوص درباره لحن دیالوگگویی بازیگران که اونقدر تند و تیز و احساساتی اجرا میشه که از اواسط فیلم
به یک نواختی میرسه. حقیقت، حقیقت، همه دارین دم از حقیقت میزنید. و نقد اصلی هم همچنان در نمایش مشکل قهرمان فیلمه، جایی که قرار چیزی جایگزین رابطه همجنسگرایانه او و همبازیش بشه و عملا این اتفاق به درستی پیش نمیره. مطابق معمول چند سکانس از فیلم رو با هم مرور کنیم و این ولاگ رو به پایان برسونیم. یه گربه حین راه رفتن روی شیروانی داغ چه کار میکنه؟ تفاوت دیدگاه بریک و مگی رو همینجا میشه فهمید. همیشه حس میکنم مثل یه گربه روی یه شیروانی داغ هستم. از شیروانی بپر پایین مگی. بپرم کجا؟ به چه امیدی؟ یه عاشق گیر بیار. پیروزیه یه گربه روی شیروانی داغ چی میتونه باشه؟ تحمل کردن عزیزم. حالا دیگه میتونم. بریک برای جلوگیری از حرف زدن مگی با عصا بهش حمله میکنه و حتی تهدیدش میکنه که او رو خواهد کشت، چرا که نمیخواد حقیقت رو بفهمه. میتونم با این چوب دستی بکشمت. تو هنوز مردن اسکیپر رو تقصیر من میدونی؟ میکنی اگه این کارو بکنی ناراحت میشم. من و اسکیپر با هم دوست بودیم، چرا نذاشتی به دوستیمون ادامه بدم؟ باید حرفامو بزنم ولی تا حالا اجازه ندادی این کارو بکنم. من عاشقتم. اسکیپر مرده و من زنده‌ام. مگی گربه زنده است. مرد جوان در اوج درگیری با پدرش حقیقتی که نباید رو به زبون میاره و کاخ رویاهای بیگ ددی ناگهان فرو میریزه. تو میتونی حقیقت رو قبول کنی یا فقط در مورد بقیه دم از حقیقت میزنی؟ دروغ‌هایی مثل تبریک جشن تولد، آرزوی تکرار جشن تولدهای زیاد در حالی که تو چی گفتی؟ چیزی یادم نیست. آرزوی تکرار جشن تولدهای زیاد. فراموشش کن، فراموشش کن. پس دروغ گفتم. مگه نه پسر؟ خودت که گفتی پدر بزرگ دروغی سیستمیه که باهاش زندگی میکنه. زخم زبونهای می از اول تا آخر فیلم ادامه داره و انگار هیچ چیزی نمیتونه او رو ساکت بکنه. میخوای راجع به حقیقت حرف بزنی؟ تو حامله نیستی. ساکت می. اون دروغ گفت. ممکن است تو حامله شده باشه. تو حتما نمیشه نیستی. دیگه ساکت باشی. ما التماسای شبانه رو میشنویم، همینطورم امتناهای شبانه رو. فکر نمیکردم تا حتی تحمل دیدنش هم داشته باشی. دروغه. نه. خب تو چرا یه چیزی نمیگی؟ خیلی خوب عزیزم. خفشو. امیدوارم تماشای این برنامه براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. پیشنهاد میکنم تماشای بقیه پلیلیست سینمای کلاسیک رو از دست ندین. امید روزهای شاد و آزاد.